بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان شاگردای خوب صنف نهم سلام و علیکم امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و در صحت و سلامتی کامل باشید خب درس گذشته را خوانده باشید و بریم ما و شما درس جلسه سوم مضمون بیولوژی صنف نه را آغاز کنیم برای ارزیابی درس گذشته اشاره میکنم به چند تا سوال که انشاءالله شما به خوبی این سوال را پاسخ بدید. فراموش نکنید که اگر در مورد درس کدام سوالی برای شما پیش آمد از طریق فضای مجازی با ما در ارتباط باشید سوال اول آنزایم پپسینوجن چگونه فعال میشه؟ اگر یادتان باشه در جلسه گذشته در حزم معده اینها را به طور کمی با یکدیگر خواندیم سوال دوم گنجایش معده چقدر است معده ما و شما در حدود دو الا چهار لیتر گنجایش داشت سوال سوم هایدروکلوریک اسید چیست ای همو چی بود شاگردا آفرین ای همو تیزاب معده بود سوال چهارم تفاوت میان حرکات تکه تکه کننده و حرکات موجی شکل در چیست و سوال پنجم کاردیا و پلور چیست؟ به دنبال مبحث سیستم حازمه غذا را ما خواندیم که از دهان چگونه عبور کرد و چه عملیات هایی بر روی اونها انجام شد به معده رسید و امروز غذا را از معده به بعد بررسی میکنیم زمانی که مواد از معده خارج شد ما دیگه به اونها مواد غذایی نمیگیم به اونها کیموس معده میگیم بعد از اینکه غذا از معده عبور کرد و از پیلور گذشت به امعای کوچک میرسه همونطور که در تصویرم برای شما نشان میدیم حجم زیادی از خالیگاه شکمه امعای کوچک به خودش اختصاص میده به طوری که طول امعای کوچک از 6 الی 6.5 متر میرسه 6 الی متر امای کوچک ما و شما طول داره که در درون خالگاه شکم به صورت پیچ و تاب خورده قرار میگیره این امای کوچک دوازده سانتیمتر اولشه به نام اسنا اشر یا دوازده ها یاد میکنیم این نامش با دیگر قسمت های امای امعا کوچک فرق داره به خاطر از ای که یک بخش بسیار مهم در امای کوچک ما و شما هسته که در بعضی قسمت چندین عضو دیگر افرازات خودش ریزند. به همه دوازده سانت اول روده یا روده باریک یا امعای کوچک ما و شما که اسنا اشر گفته میشه که موس معده افرازات جگر افرازات پانقراس هم وارد میشه و به همه قسمت جدار خود امعا هم آنزایم های می میسازه و های هضمی خودشه بر روی کیموسی که از معده خارج شده افراز میکنه تا مراحل هضم تکمیل شود سطح داخل امعا امعای کوچک ما دارای چندین چینخوردگی خوردگی هسته که این چینخوردگی ها یک سری پرزهای مخمل شکل هم داره بر روی های بزرگ ما چین های کوچک دیگری هم داریم که به اونا ویلی گفته میشه چی ضرورت هست خود از ام این امعای کوچک شش الا شش و نیم متر طول داره باز اینا چین خوردهگی داره باز به روی از این چین ها هم یک سری پرس ها و کرک هست هسته به نام ویلی همه از اینا به خاطر از این هسته شاگردا که سطح جذب بالا ببره چقدر سطح جذب بالا میره بیولوژی دانا تخمین زده همه پیچ و تاب خوردن های سطح داخل امعای کوچک و ویلی ها در کنار یکدیگر سطح جذب به 600 برابر افزایش میده اگر قرار بود که سطح, امعا... سطح داخل امعای کوچک صاف می بود او موقع طول امعای کوچک ما و شما باید یک چیزی به حدود نزدیکی 600 متر می رسید خواهی 600 متر در یک کفری شکم ما و شما جا نمی شد به همین خاطر است که یه امعای کوچک از داخل خودش یک چین خوردگی هایی داره بازی چین خوردگی ها دارای ویلی هسته باعث میشه کیموس موس میده در حین عبور کردن از امعای کوچک هی به این ویلی ها برخورد کنه هی به این ویلی ها برخورد کنه تا اونجی مصروف بشه و بدن فرصت ازیر داشته باشه که مواد مقذیر از داخل کیموس بگیره بازی کار جذب گفته میشه پس جذب چی بود شاگردای خوب؟ جذب ورود مواد غذایی هست که دیگه حال هضم شده حالا به خورد و خرد و خوردتر شده و قابل ازی شده که بتوانه راحتی از داخل کیموسی که در روده هسته گرفته بشه و به درون خون ما و شما وارد شود. این خون کجا هسته؟ در یک مویرک هایی هست که در این ویلی ها و در این ها قرار داره اگر در دا این ویلی ها دقت کنید این رگ های خونی را می بینید ای قسمت های سطح داخل امعای کوچک نشان می برای شما که اینا چین خوردگی داره و سطح از این چون خوردگی ها پرز های مخملی شکلی به نام ویلی داره در این ای ویلی ها رگ های خونی جریان داره اینجا مویرک هسته دیگه شعبه های کوچکی از رگ ها را مویرگ گفته میشه این مویرگ ها مواد مغذی را از داخل محتویات امعای کوچک میگیره و وارد خون میکنه و از طریق رگ های خونی ما به سر تا سر بدن ما پخش میشه خب این برای از که شما این جذب به خوبی تصور و درک کنید، ما باز هم برای شما یک مثال ساده میزنیم یک جوی آب در نظر بگیرید که امی آب از داخل از این جوی رد میشه ما و شما در سر از این جوی ششته باشیم و امی جوی آب میوه هایی را با خودش میبره هر کدام از ما دست خود از داخل آب دراز کنیم و یک میوه ای را که دوست داریم بگیریم این همون ساختاری هست که در ویلی های ما و شما هسته این مایی ای که در سر جوی ششته بودیم همون رگ های خونی هستیم و این جوی همون امعای کوچک ما هست و آبی که از اینجی میبرایه همون کیموس هسته این میوه ها مواد مقضی ما مواد مقضی را از داخل جوی میگیریم رگ های خونی ما هم مویرگ های ما هم مواد مقذی از داخل روده میگیره و داخل خون وارد میکنه و از طریق سیستم گردش مواد در سر تا سر بدن ما پخش میکنه و به تک تک حجرات بدن میرسانه حالا امعای بزرگ بخوانیم که غذا بعد از امعای کوچک که به امعای بزرگ رسید امعای بزرگ به چه شکل است؟ چقدر اندازه از او چقدر است؟ چقدر طول داره؟ امعای کوچک 6 الا شش, شش متر طول و دو سانتیمتر سانتی متر قطرش بود باریک بود حالا امعای بزرگ بخوانیم امعای بزرگ طولش حدود یک الا 1.5 نیم متر میرسه طول امعای بزرگ اما قطر از امعای بزرگ ما بیشتر است نسبت به امعای کوچک ما و شما ما گفتیم که امعای کوچک از سطح داخل خود چین خوردگی داره جالبه بدانید امعای بزرگ از سطح خارج و بیرون خودش چین خوردگی داره اگر ما از بیرون امعای بزرگ نگاه کنیم چین خوردگی ها را بینیم ای از بیرون خودش چین خوردگی داره و امعای کوچک از سطح داخلش طولش گفتیم یک الا یکونیم متر میرسم خب امعای بزرگ ما یک بخشی داره به نام بخش بالا رونده که در کتاب های علمی و طبی به این کلون بالا رونده میگن کلون بالا رونده باز قسمت کلون افقی کلون افقی یا بخش افقی بالا میره صاف میشه دوباره پایین میایه این قسمت کلون پایین رونده و در انتهای روده بزرگ یا امعای بزرگ و در آخر از او ما راست روده یا رکتوم داریم نام تبیش رکتوم هسته و در نهایت مخرج در ساختار امعای بزرگ اگر دقت کنین میبینین که یک شکل چارگوش شکل به خودش میگیره در ابتدای روده بزرگ ما و شما در, در همین قسمت که ای چند راه داره سه راه داره یک راه آخر روده کوچک است دیگه امای کوچک ما در آخر به امای بزرگ میرسه یک راه خود امای بزرگه یک زایده دیگه ای در اینجی ما داریم به نام زایده اپندکس نام اپندکس زیاد شنیدین این زایده اپندکس در حالت عادی و نرمال به اندازه دو سه بند انگشت ما و شما هسته که حالا خود امراض که در آخر همین فصل میخوانید انشاءالله در جای خودش که رسیدیم به طور مفصل برای شما توضیح میدیم اما وقایع از چی هست؟ در دا داخل امعای بزرگ ما چی رخ میده؟ در امعای کوچک عمل جذب شروع شده بود گفتیم مواد مقضی گرفته میشه در امعای بزرگ چه اتفاقاتی رخ میده؟ محتویات داخل امعای بزرگ بعد از بیست و 24 ساعت از بدن ما خارج میشه این توقف طولانی مدتی که محتویات در دا داخل امعای بزرگ داره برای وقایع خاصی هسته که حالا میخوانیم ببینیم چه وقایی در دا داخل امعای بزرگ ما و شما انجام میشه در دا داخل امعای بزرگ مهمترین کاری که انجام میشه جذب 90 درصد آب است این آب نباید در امعای کوچک جذب شود به خاطر چی؟ آفرین به شاگردهایی که درست فکر کردن و درست زدن اگر آب در امعای کوچک جذب شوه حالا دیگه محتویات ام آب به سختی حرکت میکنه ایجاد یا ناراحتی های گوارشی یا هضمی را برای ما ایجاد میکنه ای آب باید تا آخر مسیر کانال های هضمی همراه مواد باشه تا حرکت و عبور از اونا را از داخل کانال های هضمی آسان کنه حالا دیگه به آخر کانال هضمی رسیدیم به امای بزرگ 90 درصد آب در داخل امعای بزرگ جذب می شود. یون ها هم به همین صورت دو تا یون داریم به نام سودیم و پتاشیم که بسیار ضروری و مهم هسته. این یون های سدیم و پتاشیم در امعای بزرگ باید جذب بشه و وارد خون شوه. یک سری بکتری هایی در داخل امعای بزرگ ما و شما زندگی میکنه که این باکتری ها مفید هسته. و برای از ما ویتامین می سازه. مخصوصا ویتامین های بیره خانواده بیره می سازه. یادتان هسته که در ابتدای سیستم حازمه را که تدریسش شروع کردیم گفتیم داروهای خودسرانه دواهای خودسرانه ای را که ما و شما می خوریم ممکن است همه باکتری های مفید اما آی بزرگی ما را از بین ببره در نتیجه ما و شما دچار مشکل شویم پس بنابراین هرگز هرگز دواها را خودسرانه مصرف نکنیم اگر کدام مواد هضم نشده ای باقی مانده باشه مواد هضم نشده ای از شهمیات مواد هضم نشده ای از پروتئین ها و مواد زاید بدن دیگه از داخل امعای بزرگ که گذشت تبدیل به مواد دفعی میشه و از طریق رکتوم یا راسروده روده از بدن خارج میشه یک عضو یا یک بخش دیگه هسته که به سیستم حازمه ما کمک میکنه در هضم شهمیات یا چربی ها او تحت عنوان کیسه سفرا یاد میشه که در اصطلاح آمیانه مردم ما و شما به او کیسه تلخه گفته میشه یک کیسه سبز رنگی هسته که همینطور که در تصویر میبینید در زیر کبد یا جگر ما و شما قرار داره این رنگ سبزی از ای کیسه صفرا به خاطر مایه صفراوی است. مایه صفراوی شاگردای خوب دقت داشته باشید درسته که این مایه صفراوی در دا داخل کیسه صفرا قرار داره اما خود کیسه صفرایی را نمی سازه این مایه صفراوی در جگر یا کبد ساخته میشه و به داخل کیسه صفرا ذخیره میشه تا کی تا وقتی که موس از معده خارج شد و به اسنا عشر یا دوازده یا اول امعای باریک که رسید ای هم افرازات صفراوی را به داخل اسنا عشر افراز کنه مایع صفراوی چی چیزایی داره؟ مایع صفراوی شامل آب و یونها و تیزابای شهمی و نمک های صفراوی هسته ای محتویات مایع صفراوی بسیار مهم هسته و استادا اغلب سوال از شاگردان میپرسه که مایه صفراوی در کجا ساخته میشه در کجا ذخیره میشه و به کجا میرزه پس فراموش نکنید مایه صفراوی در جگر ساخته میشه در کیسه صفرا ذخیره میشه و به داخل اسنا عشر یا دوازده یا اول امعای باریک رخته میشه شامل چی چیزایی بود؟ شامل آب، شامل یونها، تیزابای شهمی و نمک های صفراوی به دلیل ازی هسته که مایع صفراوی در هضم چربی ها و شهمیات بسیار بسیار رول مهم بازی میکنه آنزایمی هم این کار را برای ما و شما انجام میداد آنزایم حزمی بود به نام آنزایم هضمی به نام لایپیز که این لایپیز هم به کمک همی مایع صفراوی در هضم و جذب شهمیات و چربی ها بسیار برای ما و شما کمک میکردن شهمیات مدت زمان زیادی را طول میکشه تا هضم بشه چهار ساعت شهمیات و چربی ها و روغن ها در داخل میده ما و شما باقی میمانه و آخرین چیزی هست که از میده به امعا میرسه و بعد مسیر را که امروز ما و شما خواندیم امعای کوچک و امعای بزرگ طی میکنه تا او چرا که بدن نیاز داره از این چربی ها و روغنیات بگیره و آنچه را که نیاز نیست و به عنوان مواد زاید هست از بدن دفع بکنه ما و شما در رژیم غذایی خود باید دقت داشته باشیم که غذاهایی را که نیاز به حزم بیشتر داره در طول روز مصرف بکنیم و غذاهایی را که راحتتر حزم میشه و به عبارتی سبکتر هسته در وعده شبانه مصرف کنیم و بعد از مصرف شام بلا فاصله هم نخوابیم و مخصوصا کودکانه باید از جست و گریز و ورزش کردن و کارهای سختی بلا فاصله بعد از خوردن قضا جلوگیری کنیم اجازه به اونا ندیم که هنوز سفره جمع نشده اونا شروع کنه به پریدن و بازیگوشی کردن دلیل عزیرم در جلسه بعدی میخوانیم که یکی از احتمالا و خطرات گرفتن اپندیس هستش درس امروز ما به پایان رسید انشالله که از درس امروز لذت کافی را برده باشید اما کار خانگی که میخوایم برای شما بتیم کار خانگی شما شاگردای خوب ما ای هستش که در داخل کتابچه های خودتان امعای کوچک، موقعیت امعای کوچک و امعای بزرگ بکشید و بخش های بالا رونده افقی و بخش پایین رونده امعای بزرگ نشان بدید و جایگاه اپنتیز هم برای ما مشخص کنید و از طریق واتساپ به ما ارسال بکنید اگر کدام سوالی در رابطه با درس داشتید هم برای ما ارسال کنید و با ما در تماس باشید انشاءالله درس خود تا جلسه بعدی خوب خوب مطالعه کنید همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان میسپارم خداوند یار و نگهدار شما عزیزان